مسلمانان هند با مشکلات فراوانی در این کشور دست و پنجه نرم کنند این مشکلات نه تنها در میان مردم کوچه و بازار موجود است بلکه تا دانشگاه های هند به عنوان فضای علمی رفته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد اسلام هراسی در هند اشکال تازهی به خود گرفته است برای مثال گروهی از دانشجویان یعنی مسلمان در یک کالج دولتی واقع در ایالت کارناتاکا در هن هفته هاست که مجبور شدن بیرون از کلاس بنشینند. این دانشجویان در یک از صبح های ماه دسام وارد کلاس خود شدند اما معلم بلافاصله سر آنها فریاد زد بیرون بروید این دختران مسلمان به دلیل داشتن هجاب یا روسری اجازه نداشتند در کلاس بنشینند از آن زمان گروهی متشکل از شش دانشجوی مسلمان در یک کالج زنان دولتی در ایالت کارناتاکا در جنوب هند مجبور به نشستن بیرون از کلاس درس شدند زیرا مدیریت کالج مدعی است که آنها با استفاده از هجاب قوانین را زیر پا میگذارند دختران مسلمان هجاب را جزی از ایمان خود دانسته و میگویند محجبه بودن آنها حتی توسط قانون تضمین شده است آنها به شکل مسالمت آمیزی به این موضوع اعتراض کردند اما اعتراض این گروه مدیریت کالج را عصبانی کرده و مدیر آنها را مجبور کرد تا نامه این نوشته و قبول کنند که خودشان به خاطر ماندن در خانه کلاس را از دست دادند آنها سعی کردند این کار را انجام ندهند اما اساتید هم آنها را تهدید کردند دانش آموزان میگویند که نگران درصد حضور و قیاب برای شرکت در امتحانات سالانه هستند. رودر گودا مدیر کالج به الجزیره گفته که آنها نمی به دانش آموزان اجازه دهند در کلاس های درس هجاب داشته باشند زیرا هجاب بخشی از فرم مدرسه نیست. گودا گفت که این اولین بار است که چنین مسائلی در کالج ظاهر می شود. اما دانشجویان میگویند که در گذشته با مشکلات مشابهی روبرو بودند. برخی فعالان حقوق بشری هند ضمن محکوم کردن این ممنوعیت ها میگویند این رفتار نوعی آپارتاید است. در همین حال انجمن وکلای محلی به دولت ایالتی نامه نوشته و خواستار تحقیق علیه مدیریت کالج و معلمان به دلیل آزار و اذیت دانشجویان شده است. ایالت کارناتاکا توسط حزب بحارت یا جاناتا به رهبری نخست وزیر نارند رامودی اداره می شود. طی سالها کارناتاکات شاهد افزایش فعالیت های ملی گرایان هندو و هدف قرار دادن اقلیت های مذهبی این ایالت عمدتا مسلمان و مسیحیان بوده است.